سلام به همه دوستان، دوباره یک شنبه است و پیاده روی من. دیروز یه کپشنی داشتم من روی اینستا در مورد افاضات جدید آقای رئیسی و کلمه مگابامات که من نمیتونم بگم. یعنی انصافا کسایی که متهم میکنن به آقای رئیسی رو بلد نیست حرف بزنه، کلمه گفته که هیچ کسی دیگه نمیتونه بگه، یعنی منحصر به فرد. انصافا اینو بعد ازش قبول کنیم. حالا ایشون خیلی از کلماتی که همه دنیا بلدن بگن بلد نیست، اما یه کلمه حالا ایشون گفته که هیچ کسی دیگه بلد نیست بگه. من هرچی سعی کردم تکرار کنم نشد. حالا به هر حال دوستان زیادی پیام گذاشته بودن، کامنت گذاشته بودن، اظهار نظر کرده بودن. یک نفر این نکته جالبی نوشته که البته حتما خیلی بهش توجه کردم و اون اینه که حالا رئیسی هرچی میگه جدا، اون کسایی که اون پایین نشستن و حتما خیلیشون هم کارشناسن، حتما خیلیشون هم حداقل بیش از 6 کلاس سواد دارن و میفهمن که رئیسی داره چه حرفای بی ربطی میزنه، اونا چه کله های مثل بز ببخشید من میگم تکون میدن و همونا باعث تشویق افرادی مثل رئیسی میشن یا باعث اعتماد به نفسشون. این نکته خیلی درستیه. یاد یه داستانی افتادم مربوط به 27 سال پیش. حتما خیلی از دوستان شنیدن داستان سد 15 خرداد رو و اون اینکه بنیاد 15 خرداد که رئیس شیخ حسن صانعیه، نه اون آقای آیت الله یوسف صانعی که اخیراً فوت کرد، برادر بزرگترش که الان دقیقاً 90 سالشه و هنوز داره بی خود توی مملکت نفس میکشه. اون بنیاد 15 خرداد رو خمینی با این عنوان درست کرد که برای قم یه سدی درست کنن. البته حالا مثلا جزء اهدافش کمک به محرومان هم بود، در حالی که همون موقع کمیته امداد رو داشتیم و بعض بنیاد مستضعفان، ولی به هر حال چون شیخ حسن صانعی بیکار مونده بود، خمینی نهادم درست کرد برای شیخ حسن صانعی و مفتخوری های پسرش محسن. حالا در مورد اونم صحبت خواهیم کرد که چه سوء استفاده های محسن میکرد و چه کارهای عجیب و غریبی. به هر حال این بنیاد درست شد و ظاهرا یکی از وظایف اصلیش درست کردن سد 15 خرداد بود برای شروع کردن آب. خب این بنیاد فعالیت شروع کرد و تا جایی که من یادمه مثلا در طول سالهای منتهی به سال 73 بر اساس آماری که رسما اعلام شده، غیر از بریز به پاشا و سوء استفاده اینها، حدود 16 میلیارد تومان فقط بنیاد 15 خرداد هزینه کرد. توجه کنید از اول انقلاب تا سال 73 بخواید حساب کنید 16 میلیارد، که مثلا اون موقع دلار مطمئنم زیر 300 تومان بود و یعنی اگه بخواید حساب بکنید الان اون 16 میلیارد تومانش در حدود حداقل 1600 میلیارد تومان میشه، که تازه من دارم میگم سال 73 دلار 300 تومان بود، اینا از سال 59-60 شروع کرده بودن و این 16 میلیارد رو اگه تقسیم کنید به نظر من چند هزار میلیارد تومان میشه. این تازه فقط سهم بنیاد 15 خرداد بود. خب حالا بگذاریم از این حرفا. در اسفند 73 قرار بود هاشمی رفسنجانی رسما این صد رو افتتاح بکنه. با توجه روحیات عجیب غریبی که شیخ حسن صانعی رئیس بنیاد 15 خرداد داشت، تصمیم گرفته بود که خودش یه شب قبل از رفسنجانی یه افتتاح هم خودش انجام بده. یه سری از مدیران و افراد دعوت کرده بودن. یک شب بسیار سردی بود، ماه رمضان هم بود در اسفند 73. در واقع حالا برای اینکه تاریخ هم یادتون بیاد، یک شب قبل از سکته احمد خمینی، که احمد خمینی هم اونجا بود، من هم جز مهمون ها بودم اونجا و خب همه ماها رو تو سرما نگه داشته بودن کنار سد و یه آقای مهندسی داشت گزارش میداد. شیخ حسن صانعی هم ایستاده بود و همه معاونینش و مدیرانش هم ایستاده بودن، از جمله مرحوم ساسان منوچهری که اون موقع مدیر عامل سرمایه گذاری البرز بود و تعداد از شرکت های وابسته بنیاد 15 خرداد زیر نظر ایشون بود. آقای منوچهری خدا بیامرز از حسابداران خبره قبل از انقلاب بود که با شرکت انگلیسی کار میکرد و بسیار آدم قهار و ماهری بود در رشته خودش و در حسابداری و حسابرسی و این حرفا. خب ما استادیم اونجا، من یه رفاقتی با آقای منوچهری داشتم که کنارش ایستاده بودم. اون مهندس شروع کرد گزارش دادن. چیزی که میگم خدا شاهده عین واقعیت. مهندس گفتش که در سال 1325 یا 26، بالاخره 27 سال گذشته، من ممکنه خود اشتباه کنم ولی مطمئنم 25 26، 1325 26، این حرفای مهندسی که اونجا بود. منطقه‌ای که سد درش ساخته شده به نام عباس آباد بود، در اون طرف بین قم و عراق. مهندس گفتش که برای در سال 1325 یا 26
یک گروهی از فرانسه اومدن در این منطقه 2 سال مطالعه کردن و گفتن این منطقه به در سدسازی نمیخوره. دقت کنید، 2 سال یه هیئت فرانسوی در دهه 20 اومدن مطالعه کردن و گفتن که این منطقه به در سدسازی نمیخوره. خب پروژه متوقف شد و 7 8 سال بعدش در سال 1333 یا 1334 یه هیئتی از آمریکا اومدن. خب ببینید، حالا علتش اینه که در دهه 20 آمریکا خیلی به اندازه بعضی از کشورهای اروپایی فعال نبود در منطقه ما. در بعد از 1332-33 خورده آمریکا در منطقه ما فعالتر شده بود. این آقای مهندس اون بالا وایساده بود، گفتش که بله در سال 1333-34 هم یه هیئتی از آمریکا اومدن، اون هم 2 سال مطالعه کردن و گفتن این منطقه به در سدسازی نمیخوره. حرفش که من اینجوری گفت، البته بعد از انقلاب حضرت آیت الله دستش برد به طرف ثانی، گفت حضرت آیت الله دستور داره ما سد و ساخته امشب میبینی داره افتتاح میشه. خب حالا دیگه من برای اینکه وقت گرفته نشه دوستان رو توصیه میکنم خودشون برن سرچ کنن و رسوایی سد رو ببینن که اصلا این سد الان کجاست، چه کار کرد، با اون همه هزینه کردن که میگم اون هزینه که من گفتم فقط سهم بنیاد 15 خرداد بود. وزارت نیرو هم با فشار خمینی و اطرافیانش مثل حسن ثانی و احمد خمینی هزینه کرده بود اونجا. خب این تیکه گذشت و اون آقا شروع کرد حالا گزارش فنی دادن. اون آقای مهندس، تعداد زیادی هم مهندسینی که واقعا مهندس بودن، خیلیش هم سن بالایی داشتن و از مدیران شرکت‌های بنیاد 15 خرداد بودن، اونجا ایستاده بودن و ایشون شروع کرد مشخصات فنی سد رو گفتن. طول عرض چقدر، طول تازش چقدر، عمق عمیق‌ترین قسمت سد چقدر آب می‌گیره، نمی‌دونم عرضش چقدر، از این حرفای سری زد و بعد میزان حجم آب ذخیره پشت سد رو گفت و مقایسه کرد با نیاز مردم قم که خلاصه این سد مصرف رو تامین می‌کنه. من همون لحظه تو ذهنم یه محاسبه کردم، رفتم پیش کنار مرچری گفتم وای مرچری شما یه حسابدار خبره است، خدا بیام ارادتش بسیار من خودش رو دوست داشتم، ولی حالا نقطه ضعفش هم بگم. گفتم ببین چیزی که این داره میگه بر اساس آماری که این از میزان حجم آب ذخیره شده پشت سد داره میده، باید به اندازه عمیق ترین قسمت پشت سد و به همین عرض به طول 90 کیلومتر آب باشه. دقت کنید، 90 کیلومتر به عمق پشت سد و عرض سد. گفتم این آب کجا؟ شما نکن سد بدون مرتبه خبرا نیست دیگه. میدونی مرچری بهم چی گفت؟ گفتش که بیکاری میخوای هم خودتو از نون خوردن بندازی هم ما رو. این داریش نمیگه حاج آقا خوشش بیاد، حاج آقا داره کله تکون میده، بلشون کن. اینو من از این جهت گفتم که ببینید ما بدبختیمون امروز و دیروز شروع نشده. البته این معنیش این نیست که فقط در ایران اتفاق میفته، معنیش این نیست که فقط در جمهوری اسلامی، ولی انصافا جمهوری اسلامی نمونه است. این که ببینید یک مش آدم تحصیل کرده ولی نون به نرخ روز بشینن پای صحبت یه مهندسی که داره از شیخ حسن ثانی دفاع میکنه یا تعریف میکنه، یا یه مش نون به نرخ روز خور حقباز شیاد بشینن پای صحبت های رئیسی و کله تکون بدن، این دردیه که درد عمومی ماست. من چند سال پیش مقاله نوشتم، بازم توصیه میکنم اینا برید سرچ بکنید بخونید، به عنوان جمهوری اخلاق کش، جمهور بی اخلاق. قبول کنیم حالا شدت و ضعف داره، قبول کنیم که ما هم دچار بی اخلاقی شدیم، ما هم منافع شخصیمون رو به همه چی ترجیح میدیم، ما هم داریم در کاری که سران کشور میکنند شریکیم. حالا یه سری از مردم خب نفعی هم دارن از این سوء استفاده ها، در راندخوری ها نقش دارن، ولی قطعا سهمی که حتی همون راندخورا میبرن در مقایسه با سهمی که سران کشور امثال قالیباف و صادق لاریجانی و نمیدونم اکبر طبری و دیگران میبرن، یا منفعتی که اراذل اوباش بنیاد 15 خرداد و بنیاد مستضعفان و نمیدونم مخبر معاون رئیسشون میبرن، اصلا چیزی نیست. ولی به هر حال ما هم داریم کمک میکنیم. واقعا حالا فقط اینطوری نیست، ببینید همه ما مثلا از رفتار حمایتگرانه محمد رضا گلزار از حکومت انتقاد میکنیم، ولی وقتی یه جا میری ببینید چقدر آدمهایی که من نمیدونم چجوری توصیفش کنم چجوری سر دست براش میشکنن. یا یه موقع من یادمه یه خبرهای منتشر شد در مورد فرزاد حسنی و همسر مرحومش آزاده نامداری، خب حالا من اصلا راست دروغش کاری ندارم، ولی خب خبرها خیلی وسیع بود در مورد که مثلا فرزاد کتکش رو همسرش رو ضرب و شتم میکرده، کتک زده، حتی عکسای منتشر شده از صورت کبود. من هم موقع یه مقاله نوشتم چند تا از ما ایرانی‌ها وقتی میرسیم به فرزاد حاضریم یه انتقاد بشه کنیم یا نه حداقل رومون رو برگردونیم و چند تامون ذوق زده میشیم میریم ازش امضا بگیریم. حالا من که میگم قطعا من خودم از گنده تر از اینا امضا نگرفتم، ولی میخوام بگم این خصلت در ما وجود داره و گمان میکنم هممون نیاز به تذکر داریم. شما به من تذکر بدید، من به شما بگم، از شما خواهش کنم یک مقداری حداقل در رفتارمون میتونیم در رفتارمون تجدید نظر بکنیم. من حالا اجازه بدید از برای کسایی که یه لحظه حالا اجازه بدید از نگاه افراد متدین و مسلمان هم بگم.
در احکام اسلامی امر معروف و نهی از منکر مراتب و درجات مختلف داره. حد اقلش، حالا اگر تذکر نمیدیم، اگر اخم و تخم نمیکنیم، حد اقلش بی‌اعتنایی. تو رو خدا به کسایی که متدین هستن، ادعای مسلمانی دارن، توصیه میکنم حداقل در برخورد با حاکمان، در برخورد با عناصر فاسد وابسته به حکومت، در رابطه، در برخورد با حامیان حکومت، حداقل نازل ترین و پایین ترین مرتبه و درجه امر معروف و نهی از منکر که بی اعتنایی هست رو انجام بدیم، شاید اثر بکنه. موفق باشید.